خب گفتم دیگه یه تصادف کردم بعدم اینجوری شد. چطوری شد؟ مثل اینکه شما فقط به سوالای خودتون گوش میدین. یک کامیون آجر چراغ قرمز رد کرد بعد زد به من، بعدش هم دیگه هیچی نفهمیدم. وقتی که اومدم بیرون دیدم نه خودم توریم شده نه ماشین. شما بگو یه خراش. حالا اینو ولش کن، کامیون آجرم نبود. از اون موقع اون زنگو تو گوشت میشنوی؟ من کی گفتم زنگ؟ من کی گفتم زنگ؟ شما چرا حرف تو دهن آدم میذاری؟ آهنگ، آهنگ. الانم میشنوی؟ نه، دم به دقیقه که نمیاد که. گاهی میاد، اونم تازه یهویی. چه جور آهنگیه؟ آهنگ دیگه، آهنگ. میدونم، چه آهنگیه؟ مثلا یه چیزی توی این مایه ها ببین. بسه، مرسی. یه هوا قریتر. خب میتونم برم؟ میری حالا، بشین. خب من که همه چی گفتم، دیگه چیزی نمونده که بگم. این اواخر به چی فکر میکردی؟ زندگی. ولی گفتی خواب مرگ میدیدی. خب آره دیگه، مرگ آدم رو یاد زندگی میندازه. دره میاد، دره میاد. چی؟ واسه چی بلند شدی؟ ببین ولش کن الان اونو. شما میشنوی؟ میشه بشینی؟ آقای فرزانه با شما، واسه چی بلند شدی؟ برای اینکه دلم میخواد برم. زنگ زدم بگم من و سریا زدیم به تیپ و تاپ هم. دیشب خانم بعد از 30 سال زندگی جمع کرد و رفت. حالا حرف دارم باهاش، تماس میگیرم. سلام بهرام جان، اسم
اسفندیارم. دلم گرفته بود گفتم با یکی حرف بزنم. دوست داشتی زنگ بزن حرف بزنیم با هم. الو سلام فریبرزم، امروز یه بار دیگه هم زنگ زدم بر نداشتی گوشی رو. ببین اسفند سکته کرده، بردنش بیمارستان، یه سر بهش بزن. الو سلام بهرام، کریمم. ببین یه خبر بد دارم واسط. فریبرزم رفت، فردا تشییع جنازه‌شه. این یکیو بیا دیگه، من نمیدونم تو چرا هیچ کدوم مراسما رو نمیای. کیه؟ سلام. سلام مادم، طوری شده؟ همه چی خوبه. چطور؟ هیچی، این دکتر رو آوردم یه چند روزی پیش شما باشه، میشه؟ برای چی مادم؟ آخه دیگه نمیخونه. خب من چی کار میتونم بکنم؟ میگن اگه جاشو عوض کنم میخونه. شما جای بهتر از اینجا پیدا نکردی؟ نه، شما تو این ساختمون یه آدم باحال دیگه پیدا کن، من ببرم بذارم پیشش. شما آخه نویسنده این، آدم حسابی این، جای دیگه باشه از افسردگی دیگه اصلا نمیخونه. فقط خواهش میکنم یه جایی باشه که آفتابگیر باشه. مگه گلدون مادام؟ آها اینجا خوبه، اینجا خوبه. خب دیگه کاری نداریم مادام. نه خیر ممنون. همه چی خوبه؟ آره آره خوبه، از این بهتر نمیشه. تازگی یه چیزی نوشتین؟ نه. واسه چی؟ برای که نمیاد مادام، باید بیاد تا بنویسم. آها خب هر وقت اومد خبرم کنی. باش. این دکترم وقتی خوند صدام کنی. باش. خداحافظ. خداحافظ. سلام آقا. علیکم السلام. چند وقتی زیارتتون نکردیم؟ ما که همیشه در خدمتتون هستیم تو آسانسور. تو آسانسور که فایده نداره. امشب چیکارین؟ چطور مگه؟ امشب اگه کاری نداشتین بیاین منزل ما در معیتتون باشیم. یه مجلسیه، اشکی بریزیم. شب جمعه یه خورده سبک بشیم ان شاء الله. گریه خوبه. ببخشید. سلام علیکم. جناب علی؟ بله بله حالتون خوبه؟ خانم والده بهترن؟ والله الان که نمیتونم، جام خوب نیست، تو آسانسورم. آخه باید حضوری بخونم برادر. بله بله در اولین فرصت. یه لحظه اجازه بدید. امری ندارین شما؟ نه خیر عرضی نیست، ممنون. پس اگه فرصت داشتین امشب قسمت بود تشریف بیارین. چشم حتما. با اجازه. خدا حافظ شما. Thank you.
آخه شما دیدین دیگه دکتر سرش شلوغه. به خدا نمیتونم، نه نمیتونم. گوشی لحظه. نمیتونم نه. آخه فقط شما نیستین، دکتر سرش شلوغه. خب اگه میگین اورژانسیه، گوش کنین، اگه میگین اورژانسیه بیان اینجا منتظر بشین، من فردا ما بین مریضا بفرستمتون برین تو. آره با نه ایشالله هیچیتون نمیشه تا فردا. نه افسردگی کسی نکشته. نه قربونتون خدا. خوب هستین شما؟ من حالم خوب نیست آقای دکتر، افسردم. از چی ناراحتی؟ نمیدونم. با چی شده که فکر میکنه اینا به خاطر افسردگیه؟ من شبا خوابای بد میبینم آقای دکتر. خواب چی میبینی؟ تا همین دیشب خواب میدیدم حاملم. دیشب دیگه ندیدی؟ نه دیگه. دیشب دم صبح بچه به دنیا آمد. خدا را شکر، خدا را شکر. با چرا هنوز افسرده ای؟ خب این یه افسردگی بعد از زایمانه دیگه. مشکل دیگه ای نداری؟ یه جات اینترنت نباشه حسابی میریزم به هم، پریشون میشم. الانم پریشونی؟ ببخشید دکتر، شما اینجا وای فای دارین؟ وای فای برای چی میخوای؟ باید فیسبوکم رو چک کنم، الان 2 ساعت چکش نکردم. اسمش چیه اینجا وای فایتون؟ S69؟ پسوردش چیه دکتر؟ حالا اونو ولش کن، کار چیه؟ استرس دارم همش. میدونم، پرسیدم کار چیه؟ استرس دارم، دلم شور میزنه. زن داری؟ نه استرس دارم. چند سالته؟ 35. بهت نمیخوره که؟ چند میخوره؟ میخوره 16 سالت باشه. نه 35 سالم. باز همین حدودای ریختی کردی؟ آخه برای چی نمیخوای 16 سالت باشه دختر جون؟ 16 سالگیش هم دیدیم، اون سن هیچ چیز باحالی نداشت. الان دلت چی میخواد؟ ببخشی؟ الان چی دلت میخواد؟ بله؟ چی خوشحالت میکنه؟ خواب. وقتی خوابم خوبه، بیدار میشم دوباره همون کارهای تکراری. بعد دیگه اینقدر در و دیوار رو نگاه میکنم تا دوباره شب شه بخوابم. مجردی؟ شما که غریبه نیست دکتر، 3 تا زن دارم. میگن ژنی تو ما. یعنی شما همه 3 تا زن میگیری؟ افسردگی رو میگم. الان دوتا شما هم اینطوری هن. هر 3 تا خانم هم اینطوری شده. آره؟ وکی اینطوری شدی؟ پارسال ماه عسلم که رفتیم اصفهان. خب چی شد اونجا؟ با شوهرم رفتیم لب زاینده رود. یک آن با خودم فکر کردم که چه خوبه همینجا غرق بشم. زاینده رود که خوش شده. بچه داریم؟ همین یکیه که اونم شانس ما اینجوری حساب در اومد. خب امید، میگی چیه؟ مگه زبون نداری؟ بگو با آقای دکتر چته؟ فایده چیه؟ مگه چور میتونه بکنه این؟ این چیه؟ ایشون دکترن، اگه نمیتونستن که نمیآوردمت اینجا.
میگه اصلا دیگه نمیخوام مدرسه برم آقای دکتر، یه دونه تکلیفش هم انجام نمیده. آره امید، نمیخوای بری مدرسه؟ نه. چرا؟ آخه تو مدرسه یه چیزایی با آدم یاد میدن که آدم اصلا بلد نیست. جاش دوست داری چیکار کنی؟ دوستم دهن ناظرمونو سرویس کنم. بسیار عالی، بسیار عالی. مگه ناظرتون چیکار کرده؟ همش گیر میده به آدم، نمیذاره حال کنی. مدرسه ضد حاله. خدا از دهنتون بشنوه آقای دکتر. من حرف نزدم خانم، چیزی گفتم و چیزی نگفتم. باید بهش بگین، بهش بگین درسشو بخونه دکتر شه. اصلا آقای دکتر همون شب حالا گفتن نداره، ولی خب حالا حرفشو زدیم میگم. همون شب که قرار بودیم بچه به دنیا بیاد، من و مازیار با هم شرط کردیم که اگه قرار دکتر بشه بیاد، وگه نه من نیستم. و حالا بماند که مازیار میخواد این بچه مهندس شه، ولی خب خودش شرطو قبول کرده بود. به خدا ببین خانم جان، این بچه کلن نمیخواد بره مدرسه. شما چی بگی؟ دوستام دارن یکی یکی میمیرن، یکی از قند، یکی از چربی، یکی سرطان گرفته، یکی سکته کرده، اما ناراحتن که چرا مجلس ختمه رو نمیرن. دور و برم پر شده از این چیزایی که خدمتتون عرض کردم، و مهمتر از همه خودم هم دیگه نمیتونم بنویسم. اینقدر ننوشتم که حساب سال و ماهش هم دستم در رفته. پاشدی چرا؟ برم بهتر فکر میکنم. بشین بشین. تو تاناتوفوبیا داری. چی هست؟ هیچ، یه جورایی ترس از مرگه. زندگی رو خیلی دوست داری. آره چی کار باید بکنم؟ هیچ، چند تا قرص میخوری خوب میشی. از منشی بگیر. چیو؟ نسخه تو دیگه. ها چند سالته؟ 60. بهش بگو از اون نسخه های 60 سال به بالا بهت بده. اشتباه نکنی ها. برو بچه، برو دیگه. حرف منو قطع کنی بعد قاطی میکنم ها. ببین فقط 3 روز بهت مهلت میدم، حرف نزن. 3 روز، فقط 3 روز. میفهمی؟ بهت میگم 3 روز فقط مهلت داری. سی دی یه دونه. نه میخوام. تو رو خدا یه دونه دیگه. دختر جون گفتم نمیخوام. خب برو بده به یکی دیگه، مثلا بده به اینا، بده به اونا. خب مگه چیه؟ تو هم یکی از همینا، یه دونه. آخه من اصلا تو این سن و سال با این چیزا حال نمی کنم، خوشم نمیاد، دوست ندارم. حالا مگه چند سالته؟ وای تو بسیار خودم بگم. 55 56 7 8 9. خیلی خوب بذار بگم 60 سال. خیالت راحت شد؟ خب 60 سال مگه چیه؟ بگی گوش کن به دردت میخوره. ای بابا میگم نمیخوام، حوصله‌شو ندارم. برو بده مثلا اون یارو ماشین جلویی. Thank you.
چی میگی؟ خیلی آقا برا دیگه تو هم سلام آجا خان. علیکم السلام. ببخشید. چیو؟ چیزی شده؟ قراره امشب که یادتون هست. چی؟ مجلس رو عرض میکنم. حالا ببینم چی میشه. برای چی گوشتون رو گرفتین؟ حالتون خوب آقای فرزانه؟ ببخشید با اجازتون ببخشید. سلام مادام، شب بخیر. سلام. خوند؟ کی؟ دکتر دیگه. نه بابا مادام، من اومدم یه چیز دیگه از شما بپرسم. شما صدای آهنگ میشنوی یا نه؟ صدای چی؟ آهنگ دیگه، موسیقی. نه چیزی نمیشنوم. مادام خوب گوش کن. نه چیزی نمیشنوم. ولی آهنگ چی؟ از این قریه دیگه. کارا چی آقای فرزانه؟ بس شما هم نمیشنفی؟ نه نمیشنفی. آقای فرزانه چیزی زدی؟ مثلا چی؟ ببین اگه شما نوشتنتون نمیاد با این آتاشخالا فکرتون باز نمیشه. این همه از تنهایی شما باید زن بگیری. نمیشنوین دیگه. ممنون از راهنماییتون.
هیچ مشکلی نداری شما. ولی من این آهنگو تو گوشم میشنوم. این که چیزی نشون نمیده. نوار مغزت هم سالمه سالمه. چه کاره ای؟ نویسندم. نه شغلت چیه؟ خب همینی که گفتم شغلمه دیگه. چیزی مصرف میکنی؟ مثلا چی؟ چیزی که به شغلت میاد. آخه مگه به شغل دکتر؟ مثلا شما که دکترین چی مصرف میکنین؟ ما دکتر آدامس میجاییم. ما نمیجاییم. پس به سلامت. از این رو چی کارش کنم؟ از نظر پزشکی سالم سالمی. دیگه من نمیدونم چی کارش باید بکنیم. خب بالاخره چی؟ دقیقاً چی میشنوی؟ نمیتونم بگم دقیق چیه، ولی مثلا یه چیزی توی این مایا. آره آره خیلی خوبه که باحاله. چیش باحاله دکتر؟ من مجبورم با این باحاله گیر بدم. خب حالش بده. حالا میرم اگه میخوای بیا برسونم. همه بارون میزنه، همه میچپن تو خونه هاشون، یه ماشین رد نمیشه. کجا میرین؟ خودت کجا میری؟ من که میرم خونه. خونت کجاست؟ تو باغچه؟ سر حالیا؟ همه تو سن تو دمرن. دمر یعنی چی؟ یعنی زرتشون قمصوره. ولی خوب ماشاءالله رو پایی ها. برنامه چیه؟ برنامه چی؟ برنامه شبکه 3. برنامه دیگه، من برنامه میرم. ای واقعا شما توی شبکه 3 مجرین؟ چقدر جالب، من دالا نایده بودم اتون. تیک داری؟ تیک چی؟ هولیا بذار برسیم. بعد کجا برسیم؟ اسکلی یا ما رو اسکل کردی؟ من بیزینس میکنم. بیزینس میکنم. بیزینس چی؟ خودتو داری میزنی به اون رو که از همین اول بپیچونی ها. باور کنی من نمیفهمم شما چی میگی. خیلی خوب، بیخیال. آتیش داری؟ خب جلوی بچه که بعد سیگار بکشیم. نه این چیزیش نمیشه. آتیشتو بده. این همیشه همینقدر ساکته؟ آره تفلک جیکش دار نمیاد. میخوای بغلش کنی؟ نه من چون دارم رانندگی میکنم. بیا بغلش کن، چیزیش نمیشه. نه مرسی. اگه نگریش میندازمش پایین ها. چی؟ نه این کار نکنیم. بله ببینی یک نه ببینی
دو خانم من نمید ای عجیبه ها سه دیوونه یا من باید پول چی به شما بدم؟ میخواستی سوار نکنی؟ بده ما آمدیم سواب کنیم کباب شدیم من نخواستم با بچت خیس بشین به قول اون یارو تو فیلمه آدم خیس حراس بارون نداره میگم بده باش چشم اجازه بده بیا همین؟ خب. من که داری به گیدان پول میدی؟ خب بیشتر از این ندارم بیا خودت ببین بابا هرچی داشتم دادم سی دی اسکن تا حالا که داشتی پیرش میدادی هر به پورشو دادی سی دی اسکن؟ اونا کی هن اون جلو؟ پیس بازرسیه اگه ندی جیل میزنم میدونی برادره اصلا از جقه فرید خوششون نمیاد ببین حالا فعلا اون بچه تو بگی بغلت بگی بغلت تا اینجا رد چیم؟ سلام شب بخیر سلام شب شما بخیر سلام سلام خانم خسته نباشید شما خسته نباشید بابا جان قدم نورسیده مبارک ممنون بفرمید شبتون بخیر شب شما بخیر خیلی آقای برادر همینجاست همین در سبزه ببین من الان میرم بالا ببینم چقدر میتونم برات جور کنم بیارم فقط زود بیا کار دارم باشم سویچو نمیبری؟ خب تو که تو ماشینی دیگه من الان بر میگردم زود بشین تو ماشین الان من میدم پولو برات میارم چقدر بی خیالی اصلا انگار نه انگار به بقیه اسم پول میاری سر تو بامبو در میام بگی بابا خیلی بی خیالی تو اینه تو به دورم نخورده بود سلام آجا سلام آجی علیکم السلام نموردیم با یه حاج آقا تو آسانسور بودیم استغفرالله با اجازه آجا کجا؟ تالش نویسنده یه پولشتر نزدیک ندیده بودم ببین من بیشتر از این پول تو خونه ندارم میتونی شماره کارت تو بدی فردا برات کارت به کارت میکنم این چمی ازه بس که اصلا تو حواست نیست من چی دارم به تو میگم تلم علاس میشه لطفا بری بیرون خب چی ها نوشتی خیلی معروفی ببین من مدت هاست هیچی ننوشتم چی میگی ننوشتم ببینم پس این چیه؟ ناگهان دختر سی دی فروش جلوی ماشین این شروع برا چیه؟ اینا چیه؟ بکن اینا رو بزن دیگه من رو بنویس میخوای برای تعریف کنم؟ ببین اونو سر فرصت با هم قرار میذاریم دیگه میمیسم حالا بیا برو الان سر فرصت دیگه یه دقیقه بی بشین من میگم تو تونتون بزن دیگه بیا فروختنم اون
داری میای؟ ای برو یه جای خودتو کن گم گور کن بدو. سلام. سلام مادم، چیزی شده؟ همه چی خوبه. نه. شما چی میخوای مادم؟ هیچی، ناراحتم، دلم برای شما شور میزنه. خب برای چی؟ فال گرفتم. آه، اینجا یه چیزایی هست که حتما باید با دور صحبت کنم. باشه مادم، حالا بعدم میگی، یعنی فردا بگو. نه خیلی مهمه آخه، همین الان باید بگم. میگی مادم دیگه بالاخره. خب این دکتر خوند؟ نه نخونده هنوز، به خونه خبرت میکنم. باش. آه راستی مادم بر پولمور تو خونه داری؟ من چطور مگه؟ یه مقدار به من قرض بدی، من فردا از بانک میگیرم بهت میدم. چقدر؟ آها نمیدونم، یه لحظه. 30,000 تومان. همش 30 تومان؟ 100,000 تومان. نه 100,000 تومان. آها 100,000 تومان. باش. نه نمیدونم. خب من چه میدونم بابا، بیا خودت بهش بگو. 300 تومان. این کیه؟ سلام. یسوس کریستوس. ببین مادام چه کردم. من اصلا از کار شما سر در نمیارم. اون از دیشبتون، اینم از امشب. هیچ معلومه چتونه؟ مگه بد آدم حالش خوب باشه؟ من حالم خوبه، نگاه کن. گفتم زن بگیر دیگه. اما دیگه نگفتم یکی رو از تو کوچه بردار بیار تو خونت که اینجا رو. ببین من اینجا یه چیزی دیدم که بهت میگم آخه. کجا مادام؟ بله. منزل آقای فرزانه؟ بله. یه لحظه لطفا تشریف بیارین دم در. باش الان میام. سلام. سلام. صوتوان راحت هستم، افسر گشت. این خانمو میشناسین؟ مگه چیکار کرده؟ آشناست پس. بله.
در مورد ساعت رفت و آمدشون هم یه تذکری بهشون بدید. شما که تذکر دادین دیگه، کافیه نه؟ بله، ولی دفعه دیگه تذکر نمیدیم. با اجازه. برای چی ورداشتی؟ فکر کردم خیلی مخلصی. کجا؟ تو کجا؟ قبرستون. چه خبره؟ سالگرد زنمه. خدا بیامرزتشون. چند سال رفتن؟ امسال 12 سال. هنوز ناراحتی؟ خب معلومه. پس چی میگن وقتی آدم زنش میمیره انگار آرنجش محکم خورده به دیوار؟ چه ربطی داره؟ یعنی که خیلی درد میگیرم و زود یادت میره. منم میام. خیلی میای اینجا؟ نه، خیلی وقت نیومدم. یعنی چی؟ یعنی سر خاک زنت هم نیومدی؟ چرا؟ سال یه بار. واسه چی؟ یه دقیقه وایسا. الو؟ سلام. مرسی. یعنی چی نمیتونم؟ خب من نصف پولو دادم که. مگه شما ویزا گذاشتی کف دست من که همه پولو میخوای؟ بی خود میکنی خط بزنی؟ الو؟ الو؟ پولتو خوردن؟ نه بابا، وکیلم بود. وکیلم داری؟ مال مهاجرته. یه سال هرچی پول در آوردم دادم بهش، بعد میگه پولو کامل ندیدی، میخوایم اسم تو از لیست خط بزنی. والا چرا میخوای بری اون برا؟ بمونم این برای آب که چی بشه؟ راست میگی. بری هر جا بری آسمون همین رنگه، گاهی آفتابی تر گاهی ابری تر. البته برای تو که فرق نمی کنه، چون تو شبا کار میکنی، شبم که ابر و آفتاب نیست. اوهای، چی فکر کردی؟ من از اوناش نیستم. من یه تلکی کوچیک میکنم زودم از ماشین پیاده میشم. من تا حالا پامو خونه هیچ مرد غریبه ای نذاشتم. چی؟ چرا میخندی؟ میگم نذاشتم دیگه. خب خونه من. تو که غریبه نیستی.
نکنه میخوای تو اونجا با من بیای؟ خب آره، مگه چیه؟ خب بزنم بگم ایشون کیان؟ باشه پس من وای میسم تا برگرد. جاله یه اتفاقی بر من افتاده که ممکنه واقعا باورت نشه. گوش کن، تو هم میشنوی؟ بابا اصلا یه مدتی من آهنگر میشنوم. چطور رسمی؟ گوش کن، گوش کن، گوش کن. کلن بد کرده. دلم میخواد برخصم. چی کار میکنی حاجی؟ کار میکنی مورد چی که؟ کار میکنی برخصم بی خود کردی بی خود کردی بی خود کردی بی خود کردی بایس بی خود کردی خیلی خوب بارو دیگه خاک میکنم بله من که بزنم اون کاری نداشتم. ببین از سرتو بیر بالا جوانه. بتادینی الکلی هیچی نداری؟ مگه نمیخواست این قرار بخونه؟ خب داره میخونه دیگه، برش رو برش. بابا تو چه جور نویسنده هستی که یه چی که الکل هم تو خونه پیدا نمیشه؟ مادام شما چی؟ شما که از این چیزا باید داشته باشی؟ فای دختره پر رو. پس بر بالا ببینم. باید میدیدی چی کار میکرد. باش میداده میده میده. نه باید زنگ بزنم به پلیس بیاد ببینیم چی. خیلی خوب زن... بابا رفتم دیگه. آخرم زندگی ما رو ننوشتی یا کجا بیدم بری بمون؟ بیا بیا خودش میگه بمون. نه بابا بذار بره. کجا بره؟ کجا میخوای بری؟ کجا رو دارم برم؟ مگه خونه زندگی نداری؟ چرا؟ بابام استاد دانشگاه است، مامانم هم جراح قلبه، بعد شبا دیر میان، من هم شبا دیر میرم که با هم شام بخوریم. آره باید زنگ بزنم به پلیس بیاد. شما حرف حالیتون من از چی میترسونی؟ هی میگی پلیس پلیس. تو دیگه دندون رو جیگه بذار فکر کنم ببینم کدوم قبرستون باید برم. بمون آقا بمون. باش فعالش از هفت دولت آزاد. کاش منم اینه این ماهنگ تو گوشم میشنیدم. نشستی که یه دقیقه سب کن. باش چه بامبولی جور کردی ها؟ یه دقیقه بایسا دارم میشنوم. چی رو؟ به خدا دروغ نمیگم دارم میشنوم. پس دخترم شنید؟ آره از من گرفت. مگه واگیر داره که از تو بگیره؟ خب یعنی شما فکر می‌کنید من دروغ میگم؟ نه فقط میگم شاید تظاهر میکرد. نمیدونم تظاهر میکرد یا نه، ولی تو زاره گیرم تظاهر میکرد. بقیه چی؟ بقیه کیان؟ یعنی شما نمیدونی؟ میخوام خودت تعریف کنی واسم. آخه این دیگه همه میدونن، بعد چند روز همه شنیدن آهنگو.
تو چرا از من فرار میکنی؟ تو چرا میای دنبال من؟ اصلا تو کی هستی؟ قشنگه نه؟ آره خوب میرخصی یا میدونستی؟ من که اصلا تو عمرم نرخصیدم، بعدم اصلا فکر نمی‌کردم بتونم اینجوری برقصم. فکر می‌کنی تا کی باشم؟ اینا فکر نمی‌کنم تا صبح بیشتر دووم بیارم، همونا رو حدود صبح. کجا رفتی؟ نیما تو اینجایی بابا؟ نیما سلام بابا. سلام، اینجا آتیش گرفته؟ خوبی؟ خوبم. آره ولی آخرت باز چی اومدی اینجا نصف شبی تو خونه من؟ گفتم یه چند روزی پیش شما بمونم اینجا. آخو باز چی پیش من بمونی؟ آره یکم بابا اون اصلا حرفم شد. آن اصلاً حرفم شده، اونم الان تو این موقعیت. الان یعنی چرا؟ هر وقت میتونه با زنش حرفش شده دیگه. بابا جون تو از بچگی کارات برعکس بوده، الان که همه مردم شاد و شنگولن بزن و برقص بعد تو تازه با زنه دعوام میکنی، نمیشه که. الان همه میزنن میرقصن. چی میگی پدرم؟ ساعت چنده؟ نزدیک 4. تا الان کجا بودی؟ تو خیابون. بیا برو ببین چه خبره. ببینم. بیا برو بابا جون، بیا برو. پدر من چی کار میکنی؟ میگم میخوام چند روز اینجا بمونم، نمیخوام برم خونه. بده بیا برو پیش زنت بابا. بده من چه شده بابا جان؟ خوب نیست حالتا. سلام آقا. سلام. اینجا چه خبر شده؟ 3 روز با هم حرف نمیزنن. امروزم آمدم انگار یه دعوای مفصلی با هم کردن، همه چیز زدن شکستن. من بدبختم با این وضعم، از صبح تا حالا پدرم در آمده دارم جمع جور میکنم. شما هم طلعت خانم؟ والا چه بگم آقای فرزانه، زنگوله پاتابوته، همش تقصیر یه آقا رضاست. هرچی میگم بابا زشته، ما خودمون نوه داریم. میگم ما مگه چی مانم بچه هامان کم تره؟ نمیدونم، شایدم راست بگم. نسلن الان کجاست؟ بالا عین یه ماهی نیمه جان افتاده رو تختش، انقدرم سیگار کشیده که الان برای خودش یه ماهی دودیه. سلام بابایی. این چه وضعی بابا؟
حالا که همین مردم شاد و شنگولن، شما مثل سگ و گربه به هم میپرین. اینم خاموشش کن. اینو خفش کن بابا. سلام بابایی. این قرصه برای چیه؟ برای افسردگی میخوری؟ همینه که اینقدر تأخیر داری. من کی سلام کردم تو کی جواب میدی؟ خاموشش کردم. روزی چند تا از این کوفتی ها میخوری؟ کمشون کن بابا. اینجا بود زنگش. بعد میدادیم زنگش عقب. بیا بابا. هشت. چی هشتا؟ آها، قرصا رو میگی. روزی هشتا قرص میخوری. اینقدر دیر جواب میدی که من اصلا قاطی میکنم. پاشو بابا، پاشو پاشو، اینجا بریم بیرون. مرسی ازتون. برای چی مرسی؟ من میگم پاشو. اصلا شما چرا بچه دار نمیشین؟ به خدا اگه بچه بیارین زندگیتون یه رنگ و بوی دیگه میگیره، درست میشه. برای فندک. من چی میگم تو چی میگی؟ هیچ. این هیچی برای چی بود؟ اصلا نمیدونم تو چی میگی، من چی میگم. بوی چی؟ ببین ببین، اصلا این حرفا رو ولش کن، ولش کن. داره میاد. ولش کن، ولش کن. پاشو پاشو، داره میاد، داره میاد. پاشو پاشو، بیا با هم دیگه برقصی. پاشو ببین، پاشو دیگه. وای خدا مرگم بده. میشه بگین جارو نکنه؟ آقا سیفی خاموشش کن اونو. کی بکشم پس؟ همش تو اتاقی. خیلی خوب، بقیهش رو میذاریم واسه بعد. آقا سیفی هم به کارش برسه. میتونم برم؟ بله، برو یه هوایی هم بیرون بخور، فردا حرف میذاریم. آقا چطوری؟ توی چی گفت به؟ حرف زد. ببین خیلی کلکه ها، حواست رو جمع کن داری چی بهت میگه ها. چطور؟ خب دیگه تو اصلا باش یک چهار کلمه حرف بزنی، چهار تا قرص زرت میزه کفه دستت، میگه این رو بخور تا بیرخت. یه جوری باید خوب میشه یقه. ببین من دیگه اخلاقش دستم آمده، کامل شناختم چجوری. دیروز با من حرف زد، بهش گفتم که دکتر من هر شب دارم خواب میبینم که با یه تعداد الاغ دارم مسابقه میدم، یه قرص چیزی به من بده که دیگه خواب نبینم. اونم یه قرص گذاشت کف دستم، گفت اینو میخوری دیگه خواب نمیبینی. من بهش گفتم دکتر میشه از فردا شب قرصا رو بخورم؟ گفت واسه چی؟ گفتم چون نمیشه. چیه؟ فینال. 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 میشه شما که خواهد فینال بیا با اولا. نقص یه حالی امشب به ما میدی؟ برای چی؟ یه حالی دیگه از این.
گفتم باید بیاد. فرام برش بده، فرام برش بده، فرام برش بده، فرام برش بابا. چرا در بستی بابا؟ ها؟ بابا جان با تو هم با این لباس کجا داری میری؟ سلام بیا وسط بیا. چیکار داری امو؟ چی میگی؟ من میگم چرا نمیرخصی؟ چیکار داری؟ بده من میخوای ما رو از من خوردن بندازی یکی ببینه چی میگه؟ من نمیدونم اخو تو بچه برو امو برو خدا خیره کده بچه میترسی شما برو خدا خیره کده آقا جون کاری که بهت میگم نمی کنی. خب چی کار کنم شما بگو من همون کارو میکنم. چرا نمی رقصیم بابا جون واسه یه قرش بدین تکونش بدین یلا بیا. حالا معلوم شد سر کار چی کار میکردی؟ این همه کار افتاده سر ما اون وقت آقا می رقصیده. آقا چی میگی شما؟ آقا جون جمع کن کاسه کوزتو برو. آجی به والله اگه من رقصیده باشم من گوه میخورم اگه رقصیده باشم مگه من رقص بلدم اصلا؟ آره بابا من خودم دم من پای واسدم با هم دیگه می رقصیدیم اینجوری. من یه چیزی به تو میگم آ. چی میگی بابا؟ چی میگی میگم پاش باید رقصیدی بگو رقصیدم خفا میشی یا خفت کنم بابا تو اصلا چی کاره ای تنت میخوانه مثل که تو حاجی ببین به نظر من یه غریب بابا ملام کن دیگه حاجی حاجی من بابا جمع کن برو
بیا. چند مخدمتی؟ یه ما بیشتر نمون. آقا چنین به جلو؟ جناب سربان ببینه تو بفهم. گوشت بیار. گوشت بیار. گوشت بیار. بیار 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 بیار. یه نزدیک. میشنوی؟ آره. آره؟ آره جدا میشنوی؟ آره واقعا پچه نمیرخسی؟ جم سربان ببینه اضاف خدمت میخواه یه نمی بیا شونه تو باید بگی من برم تو چون من که خودم بلد نیستم که برم تو تو خونه خودم تو باید بگی برو بشین اونجا پدرم چرا اونجا بشینم میخوام اینجا بشین این چه کاری تو خونمه قربونه تو منم برم برن شو برو بشین اونجا چه شده آخه تو دامه این همونو دامه این همونو باور نکن من خودم دیدم دیروز همشون میرقصیدن بعد الان یه دفعه امروز زدن زیرش میگن هیچی مگه میشه پدر جان طلعت خانم هم زنگ زد گفت رفته بودی دیدن نسترن دقیقا همین بساطو بپا کرده بودی آخه چه بلایی سرت اومده چت شده تو من چمه راست میگی من چمه اونا که طورشون نیستش که از اونا بپر چشون شده چرا از اونا نمیپرسی؟ باش باش هرچی شما بگی از من چه کمکه چه کار من میتونم برات انجام بدم چرا چرا؟ میخوای یک کار برای من بکنی؟ پاش برقص همینجا از اقل تو یکی برقص من به چه سازی برقصم؟ شما تو زندگی من هستی ببینی من هزار و یک مشکل دارم باش باش بگی بخواب شما شاید حالت بهتر شه خیلی خوب خودم بلدم بخوابم مرسی نیما برو به اون مادام بگو مگه نمیخواست این قناریه بخونه داره میخونه دیگه بگو برش داره ببرش باشه میگم شما بخواب هی به طور منو میخوابونه من باید دارم اونو تموم کنم آره تمومش کردی آره میشه بدی منم بخونمش دست خودم نیست چی کارش کردی دادمش به دختره چرا به اون دلم میخواست چجوری تمومش کردی یعنی چی چجوری تمومش کردی تهشو میگم ته داستانه چجوری تموم میشه همونجوری تموم میشه که باید بشه
بابا جون من میرم ولی زود بر میگردم. خب نیما نیما بعد این چهاره منو میبری؟ بفهم. نه من میشینم عقب. یه دقیقه اینجا وای میسی من الان برمیگردم. یه دقیقه وایسا. ببین چیزه. همیشه اینجا کار میکنی؟ چرا رنگت پریده؟ حالت خوبه؟ تمومش کردم. چیو؟ مال تو. چیه؟ مال من؟ آره دیگه بهت بدهکار بود. میگه به درد من نمیخوره. خب تو خودت گفتی قصه تو بنویسم، منم نوشتم دیگه. من که برای تعریف نکردم. حالا بخونش. تو هستی بخونش. ببین تو بخونش، توش هستی. من باید برم، حالا بعدا حرف میزنیم. خب باش، منتظر درست میگه. بعد بری چی داری میگی؟ حالت خوبه؟ ولی بی حساب شده میگی. حساب چی؟ من باید برم، حالا بعدا حرف میزنیم. باشه؟ ببین اسمت چیه تو؟ چطور؟ هیچ. بابت به پدرتون رفته پشت بوم. برای چی؟ بچه هم دور داره میرخصه. ای بابا باز دوباره بریم برای کجاست؟ این بالا بابا پدر من بیا پایین میفتی. این چجوری رفته اون بالا؟ بابا بیا پایین، با تو هم میگم میفتی. تو رو خدا بیا پایین. ای بابا سلام. بابا چی شده؟ بابا جان دیوونه بازی ها چیه در میاری؟ آبرمونو بردی. بیا پایین خواهش میکنم. من دیوونم یا تو که صبح تا شب با زن دعوا داری؟
آقا من دیوونم یا تو که میچپی تو اون سراغا از اون کوفت و زهر ماریا میکشه؟ وقت من دیوونم چی میکشه تو؟ من دیوونم من نمیم چی میگه، بیا پایین پدر من. من دیوونم یا زنت که مش قرص میخوره، انقدر قرص میخوره که جواب منو نیم ساعت طول میکشه تا بده، اون وقت من دیوونم. آقا خانم آره من... قرص چی میخوره؟ این روز آتاشخال زیاد ریخته تو بازارا. من دیوونم یا مادام که شوهرش مرده، اسم شوهرش گذاشته رو قناری، بس صبح داشته با قناری حرف میزنه، یه فنجون هم دستشه، داره زندگی رو ته فنجون میجوره، وقت من دیوونم که میرقصم یا اون دیوونه. آقا جون زندگی من... مردم رو ریختی به هم، بفرما پایین. بابا نکن میفتی آخه خوبایه. چه فرقی میکنه؟ میدونی فرق آدم دل مرده با اونای دیگه فقط یه نفسه، بذار اون یه نفسم بره. شماها دیوونه گونیا کن، نگاه کن اینجا رو. بلم کن اون نکن، دلم میخواد برقصم. آقا بیا میخواد برقصم. من نمیخواد برقصم. بیا آقا بیا سوار شو. چیو سوار شو آقا؟ این مال ماست، این مریض به ما مربوط میشه. نه من اینشونو میشناسم، عقب موردم داشته. بفرم آقا. قبل باشه برا بعد برادر من، این الان ناخوشه، به ما مربوط میشه، باید با ما بیاد. بفرم آقا. بفرم آقا. به ما زنگ زدن اول. آقا برای خودش هم اینجوری بهتره. پس جای بابا شما امشب بیا جلسه ساعت 8. اینجا بود. کی؟ باشه نه همونجا است. نگاه کن. بریم الان بهت نشونش بدم. همونجا. بریم. چه خطرناک ماشین میاد. الو. آقای فخرایی هست؟ گوشی بده بهش، کارش دارم بابا. خب منم پول دادم، باید جواب منم بده دیگه. تا کی وقت دارم بقیه‌شو بدم؟ ببین من هر جو شده باید برم، میفهمی؟ من یه گفتم پولشو نمیدم که میگه خط میزنم. یکم دندون رو جیگه بذاریم بقیشم میدم دیگه. آقای مدیر هست؟ بله هست. خوبه باره بالا. سلام.
به درد ما نمیخوره. واسه چی؟ گفتم که به درد ما نمیخوره. حالا اگه یه داستان چاپ نشده ای از هدایتی، چوبکی، آل احمدی، جمالزادهی بود یه چیزی. اینا کی هستن؟ ببین خانم محترم، نویسنده زنده نمیفروشه. من میخوام این چاپ بشه. خیلی خوب باشه، میخوای چاپش کنی؟ پولیشو داری؟ زک من فکرم این رو بدم به شما، یه پولی هم گیر من میاد. پول واسه این چیزا نمیدیم که. البته اگه بخوای میتونم به هزینه خودت چاپش بکنم. هر وقت پول دار شدم برمیگردم. زود میرم میام بیرون. مگه نمیبینی شلوغه؟ یه لحظه خانم محترم، ما هم اینجا اومدیم بریم تو دیگه. از راه رسیدی میخوای بری تو؟ کارم فوریه خانم، همه کار دارن، مال همه فوریه. آقا من خیلی وقتی که پروندمو دادم. پولتو آوردی یا ریختی به حساب؟ نه. چه پس؟ میخوام پولمو پس بگیرم. پس بگیری؟ چرا؟ مگه نمیخواستی بری امریکا؟ اصلا خاک بر سر امریکا، خاک بر سر کانادا. آخه من پولمو میخوام. رقاص با تو هم حواست دارم سر من میزنم. میگم دیروز کلی با دکتره حرف زدم، بهش گفتم تو این تویی که فکر میکنی ما یه تختمون کمه. الان اگر یه وان پر آب باشه، قرار باشه آبشو خالی کنی، سه تا وسیله هم داری. یه قاشق چای خوری، یه فنجون، یه سطل. کدوم انتخاب میکنی؟ چی گفت؟ حتما گفت سطل. آره گفت سطل. بگرده مثلا سطل در پوش داره. سطل که نداره، وان فقط در پوش داره. اونو برداری آب یکو میره. همه آب. بهش گفتم برام بکنی سطل. آقای بهرام فرزانه، بسادم خواهی چیکار؟ آقای صد در پوش داره، قاشق در پوش نداره، هیچ کنی نداره، فقط وانه در پوش داره. سلام بابا. سلام بابا. سلام. خوبی؟ خب بشیدی بود. با همین مگه قرار بود نباشی؟ ای چه جالب، به موقعم جواب میدی. دیگه قرص نمیخوری؟ نه خیلی وقت دیگه نمیخورم. عالیه. چجوری گیرش آوردی؟ شما کی چاپش کردی که ما نفهمیدیم؟ کی میاد؟ میاد دیگه، همین روز هست که بیاد. باشه پاشو بین اینجا ببینم. تکون نمیخوره؟ نه. میگن بچه تو شکم مادرم صدای موسیقی رو میشنوه. شما هنوزم میشنوی پدر جان؟ آخ! نمیدونم. انگار داره تکون میخوره. داره تکون میخوره. آخ! دیدی؟ آخ! دیدی گفتم؟
آخ! دیدی گفتم بچه ها میشنون؟ ملاقاتی داشتم. دیدم پسرت اومده با عروست. خوش میگذره؟ آره میگذره. بیرون چه خبره؟ همه چه همون جور که بوده. گای ابری گای آفتابی. میگذره. امرا سیگار داری؟ مگه سیگار میکشی؟ نه برای اینا میخوام. چاپش کردی؟ ها؟ دلم میخواست همه بخوننش. فکر میکنه خوششون بیاد؟ پسرم خونده نیما. دوستش داشته؟ آره. من کشته مرده آخرشم. نمیدونم پسرت از آخرش خوشش بیاد یا نه. داره بچه دار میشه. ما این بچه هم. آره آره چی شد؟ مشتلق بدین سالمه؟ بله هر جفتشون سالمه. میتونم ببینم شما؟ این نمبره.